چهارشنبه‌سوری رو که یک سنت سمبولیک و هرمنوتیکه، این رو به عنوان خرافات جا بزنن و اون وقت بسیاری از مناسکی رو که هیچ پایه و تکیگاه معرفتی و معنوی نداره اینا رو به عنوان اصل معرفی بکنن. در بعضی موارد جناب نگهبان بین اینا تناقض ایجاد میکنن، یعنی مثلا میگن که الان یه پریود، یه دوران خاصیه، الان یه دوره خاصیه از ماه مثلا عزاداری، پس در ماه عزاداری که باید سوگواری کرد شما چطوری میخواین جشن عید بگیرین؟ و این مسئله مسئله‌ایه که سالها روش بحث بوده و این بحث هنوزم وجود داره. من به نظر یکی از متفکرین رجوع میکنم که اگر اون میگفت اگر انسان به جوهر حرکت بزرگان تاریخ ایران رجوع کنه که در پی آزادی بودن، خیلی از این مسائل حل میشه. یعنی اینا همش تبدیل به عید میشه، یعنی عزا تبدیل به عید میشه. توجه به عرضم داریم که یعنی فاصله خیلی نزدیکه برای تبدیل اینها واقعا. فقط جناب دکتر آزمایش، یک مسئله که پیش میآید اینهایی که میپذیرن خواه نخواه، مذارت میخوام، کسی که میپذیره را به خودش مواد منفجره میبنده و میره یک عده ای رو، یه عده ناشناخته رو منفجر میکنه، زن، بچه، بزرگ، کوچیک. این خوب خانه خواه یک منطقی لابد برای خودش داره که شرایطی حتما مسلط میکنه به اندیشهش و به ذهنیاتش. برای من باز هم یک مسئله لاینحل مونده اینجا. از خوب آبشخورش همون مسائل مذهبی و دینیه دیگه، درسته نیست، چون میگن که این چیزها از اون بنیادگرایان اسلامی سرچشمه میگیره. من تعجبم این است که اون عده‌ای که از خود همین ها بودن و در یک مجمعی برای حضرت سید الشهدا عزاداری میکردن، حالا ما کار نداریم به نحوه عزاداری که کدام ثواب است و کدام غیر ثواب، بین اونها یک همچین فاجعه رو به وجود آوردن، اونها چه شکلی فکر کردن، اونها رو به چه کیفیت توانستن مجرد خون در این راه به جلو برانن؟ بله، همین این نکته ای که جناب علی الان می فرمایین نشون دهنده اینه که وقتی انسان در سراشیب از دست دادن منطق بیفته، این وقتی مثلا یه موشکی رو میخوان از زمین بفرستن به ما، اگر که موقع پرتاب این موشک به ما این فقط یک میلیمتر انحراف داشته باشه، بعد از اینکه 300,000 کیلومتر راه رفت، از اون منبع، از اون جایی که میخواد بهش برسه، آماج خودش، از هدف خودش، میلیون ها کیلومتر خود به خود دور میشه. یعنی این زاویه ای انحراف یه چیزیه که انسان هرچی بیشتر توش جلو بره دور میشه از بستر حقیقت و توجه نداره. به قول قرآن مجید میفرماید ثم نقتدر جهنم من حیث لا یعلمون، یعنی درجه درجه دور میشه، یه دفعه دور نمیشه. یعنی انسانی که منطقش آفت زده میشه، پارازیت به منطقش میخوره، این در سراشیب انقراض و اندراض و انحطاط و سقوط چنان سرعت میگیره که به کلی از حقیقت جوهر انسانی آفره. یعنی اون قوه خلاقه‌ای که خداوند به انسان عطا کرده میلیاردها کیلومتر نوری فاصله میگیره. دلیلش هم اینه که خداوند با نیروی عاقله‌ای که به ما داده، در حقیقت قوه خلاقه خودش رو که به اعتبار اون خالق آفرینشه نزد ما به ودیعه گذاشته. کار به سازندگی، کار این قوه تحول بخشیه، کار این قوه تخریب نیست. مسئله ما اینه، مسئله ما با این اشخاص اینه که خداوند در قرآن، در منطق قرآن، جناب نگهبان می‌فرماید که من از فیض خودم، از فیض روحانی خودم به این آدم نفخ کردم، دمیدم و به این اعتبار اون جانشین من، اون خلیفه منه و مرزبندی میکنه اینجا، میگه این آدم تفاوت داره با والذین یسفک الدماغ، کسانی که خون میریزن، در قرآن نوشته بوده. بله بله. و یفسد و فی الارض، و همه جا دست فساد دراز میکنن در
روی زمین. پس انسانیت انسان آقا به اون قوه آفرینششه، به قوه خلاقشه، نه به سبب خونریزی، نه به سبب فساد، نه به سبب تخریب. این کار کار انسان نیست. پس اینجا ما بحث دوباره بحثمون یه بحث اگزیستانسیل میشه، یعنی بحثی که به وجود برمیگرده، به وجود انسان. انسان کیه؟ آیا یه موجودی که روی دوتا پا را میره و دم نداره، این آیا تعریف برای کافی برای تعریف انسانیه؟ یا انسان باید به اعتبار اون قوه خلاقه و آفرینندگی انسان شناخته بشه؟ اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیه؟ پس بحث اینجا رو برمیگرده به همون بحث اساسی عرفان، یعنی آدمیت، یعنی انسانیت. اینا رو ما باید از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم. یعنی من تصور نمی کنم که اصلا بتونه انسان با یه همچین اشخاصی که در سراشیب بیمنطقی به قعر ورطه انحطاط صعود کردن اصلا دیالوگی داشته باشه. دقیقا. چون زبان مشترک دیگه باقی نمیمونه. واقعا چقدر مفید است جناب دکتر آزمایش عزیز، استاد بزرگوار. همین مسائلی که استناد به قرآن میفرمایید، کتاب آسمانی که 1,000,000,000 مسلمان در سرتاسر جهان بهش اعتقاد دارن، چه شیعه چه سنی چه تمام این فرق مختلفی که هست، خب اینها باید بپذیرن. آخه باید یک چیزی الگو باشه، یک چیزی باید راهنما باشه. حالا اگر قرار شد چنان که فرمودین، این به اصطلاح نیرویی رو که خداوند دمید در انسان به عنوان اشرف مخلوقات برای نیروی مثبت آفرید، همچنان که فرمودین، نه برای تخریب، نه برای بسیار. بحث جالبی من استدعا میکنم قرآن در این مورد. باز هم اگر بتوانیم شاید یک مقدار گوشه که الان گرفته شده به این ترتیب یک مقدار شنواتر بشوند و تا حدی ثواب رو از ناثواب بتوانند تشخیص بدن در اصل. من خیلی سپاسگزار میشم جناب دکتر سید مصطفی آزمایش عزیز، استاد دکتر. کمال میل در خدمتتون خواهم بود انشاءالله. و از دوستان عزیز تقاضا میکنم که در این رویارویی با خودگرایی دو پایه رو در نظر داشته باشند به عنوان پایه استدلالیشون. یکی قرآن، قرآن مجید، و یکی عقل. شناخت درست قرآن. عرض کردم که شناخت درست قرآن، نه تفسیرهایی که می کنند. قرآن در همه جا جناب نگهبان میگه اکثرهم لا یعقلون، یعنی اکثریت کسانی که باورهای اعتقادی پیدا می کنن دیگه از عقل استفاده نمی کنن. بله. از همینجا اشکال شروع میشه. در حالی که قرآن میگه که افلا تعقلون، یعنی آیا عقلتونو به کار نمی دادین؟ قرآن آقا یه کتابیه که بر مبنای عقل اومده، یعنی شما ذریب عقلانیت در قرآن رو 100% مشاهده می کنید. دلیلش هم اینه که استدلال عقلی در قرآن وجود داره، استدلال خلاف عقلی وجود نداره، باید با عقل سنجیده بشه. متاسفانه وقتی شما مشاهده می‌فرمایید که یه شخصی مثل ابو علی سینا، یه شخصی مثل حافظ میاد میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، عشق از رسط فریاد یا خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، این آقای حافظ یه انسان خرافه‌گرا نیست، یه انسان آزاداندیشه، ضمن اینکه قرآن رو بلده، میشناسه، با 14 روایت هم میخونه، یعنی منقمر در قرآن، ولی از قرآن جوهرش رو برداشته. ما از قرآن مغز را برداشتیم. مولانا. بله مولانا متاسفانه قرآن که ما چی باشیم، ما با چه دیدی نگاه کنیم. دقیقاً همین که جناب علی فرمودید مسائل علمی قرآن گذاشتن و مذهب امروز متاسفانه به مسائل نقلی و احادیث پرداخته که این وقتی خیلی هست. صد در صد، یعنی نقل جای عقل رو گرفته آقای جناب استاد نگهبان. کار از اینجا ناشی میشه. بسیار قربان استفاده بردم جناب دکتر آزمایش عزیز.
مثل همیشه سپاسگزارم. در خدمتتونم. به خدا میسپارم. سپاسگزارم از عملیاتتون. شبتون خوش. در پاریس.